شعل این کباب پزا به صورت کاملا یک نواخت پخش میشه، به خاطر همین کباب به خاطر همین خیلی یک دست پخته میشه. روکش اون شعلهایی که میبینید به جای شدن استیل میشه، اینا رو در آورد و به راحتی شست. این درب کباب پزه که به صورت طراحی شده که میبندین و حرارت خودش حفظ میکنه، مثل فر عمل میکنه. حتی میتونید غذایی مثل پیتزا رو توش بپزید. و نکته بعدی این که این شلپ گریلیه که داره برای تمام پخت و پزای بدون روغن مثل استیک، مثل همبرگر، کدو، بادمجان طراحی شده، راحت میتونید روش گریل کنید. اینو میتونید در بیارید دوباره بذارید سر جاش، موقع پخت کباب میتونید راحت باشید. و اون عزیزانی که زغال بازن بیا اینجا، یه باکس زغال طراحی کردن که کباب پز رو در واقع دو منظوره میکنه، یعنی هم گازی هم زغالی. باکس هم اون مدلی که دارم میبینم اینجوری طراحی شده که این پانچ شده که خاکستره زغال روی گاز نریزه، مستقیم بره روی سینی آب. این سینی آب برای اینه که کباب موقع پخت خوش نشن توش آب بخریم. در مورد ایمنی هم که کاملا خیالت راحت شد، گروه مثل افروخته چندین ساله که کارشون این انواع تجهیزات آشپزخونه رو دارن تولید میکنن. یه نکته دیگه هم چرخهای طبیعی شده برای این کباب پزه که همونطور که میبینید با کیفیت اینا قفل میشه، میتونید راحت جابجا کنید، هر جا خواستید ببرید قفل کنید، ثابتش کنید. و محصولشون توی دو جنس استیل و آهنیه، توی سه رنگ زرد و قرمز و مشکی که بر اساس آب و هوای شرجی مرطوب خوش دکور کنه تو میتونید انتخاب کنید. سایزش هم توی 5 سایز 50 60 75 90 و 105 150 این سایزای 50 و 60 که این 50 واسه باشاش بازی می‌کنیم قیمتش مناسب‌تره، به خصوص توی تخفیفی گذاشتن راستی تخفیفش نگذاشتن. این سایزای بالاتر مثل 75 و 90 و 105 شعله و سرخ کنم بهشون اضافه میشه. این سرخ کن و این هم که گازشونه، یعنی بسته به نیازتو میتونی باهاش آشپزی کنم. این هم که به این صورت در میادش، میزه کنار دستگاهه، میتونید این وری هم بذارید اگه لازم نداشتین. به این صورت هر دستگاه یه دونه خودش از این چیزا داره میزا، ولی شما اگه نیاز داشتید میتونید یه دونه هم اضافه بگیرید مثل ما. این جهر نظر من الان به اینجا هم میتونم بچسبونم، فرقی نمیکنه. دوستا چیکار میکنید؟ من دارم اینا رو آماده میکنم دیگه. توضیح دیدم اینا کلا تجهیزات آشپزخونه سنتی و رستوران و فست فود و اینا در واقع تمامی نیازهای رستوران رو انجام میدن، آشپزخونه رو تامین میکنن، از قطعات بزرگ و کوچیک گرفته همه تا تولید میکنن، مثل سرخون و گریل و دونر و دیگ و یخچال و تاپینگ و کانتر و همه چی. این هم محصول جدیدشونه که همونطوری که میبینید این باربیکی های خوشگل و شیک. فکر میکنم یه زمان زیادی برای این کار اختصاص دادن، تازه به بازار در واقع عرضه شده، یعنی مدت زیادی روش مطالعه کردم. من در رو میبندم بخاطر اینکه قشنگ خوب بپزه. یه وقتی ما در رو میبندیم برای پخت گوشتای بزرگ، مثلا برای یه ریبز وقتی میخواد بپزیم، دنده یه گوشتالهی که حالا آره قشنگ مسفوق بشه، بخاطر این ما در رو میبندیم. بخاطر چی؟ بخاطر اینکه این گوشتای دنده گوشتپندیمون، این راسته که میبینیم که این شکلی الان شده حتماً چه. اینو من به این بعدا نشون بدم. این همون شلپ همونطور که دیدید اینجوری در میاده برای کباب. اونا هم که بهتون گفتم اینا استیک شده، قبلا شدن بود، اینا راحت شستشو میشه دادش اینا رو و زودتر از شدنم داغ میشن، یعنی زمان کمتری مصرف میکنید برای پخت و پز. من اینو بذارم اینجا و خیلی شیکه. اینم کموده، اگه وسیله ای آچاری پیچ گوشتی چیزی خواستی برای این کاردست ها و همه رو وسیله خواهی چیزی بهترین کار. خیلی دیدن حال کردن با این وسیله، خیلی به درد بخوره برای ویلا، برای باغ، برای آموزشگاه. بسید اینو باید تو خونه فکرم نمیشه استفاده کرد، بالکن ولی مثلا توی بالکن آره دیگه، اگر بخوای همسایه رو اذیت کنی چرا خیلی عالی. بسید دوست اینکه زغال هم میشه استفاده کردن. بسید